50 تن در آذربایجان غربی به دلیل دعوت از شهروندان به شرکت نکردن در انتخابات بازداشت شدند. روسیه ماهواره پارس 1 ایران را به فضا پرتاب کرد. مواضع گروه های تحت حمایت ایران و حزب الله در سوریه هدف حمله قرار گرفتند. تعداد قربانیان جنگ در غزه از 30,000 تن فراتر رفت. نیوزلند حماس را گروه تروریستی خواند و سفر شهرک نشینان تندرو را به این کشور ممنوع کرد. مقامات ایالات متحده و کانادا میگویند که این دو کشور در حال بررسی کمک رسانی هوایی به غیر نظامیان در نوار غزه هستند. پوتین در سخنرانی سالانه خود غرب را با سلاح هسته‌ای تهدید کرد. بایدن و ترامپ برای یک دوئل پرمخاطره راهی مرز مکزیک می شوند. و یک مقام وزارت خارجه مدعی برنامه ریزی برای بازگشت معین به ایران شد. درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با مشروح خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. امروز پنجشنبه 29 فوریه 2024 میلادی برابر است با 10 اسفند ماه سال 1402 خورشیدی. فرمانده انتظامی آذربایجان غربی روز چهارشنبه 9 اسفند ماه از بازداشت 50 تن گرداننده صفحات مجازی در این استان به دلیل اقدام به تشویش اذهان عمومی و دعوت به عدم مشارکت در انتخابات خبر داد. رحیم جهانبخش در ادامه گفت که بازداشت این افراد با اشراف اطلاعاتی پلیس و هماهنگی مرجع قضایی انجام شده است. فرمانده انتظامی آذربایجان غربی هویت و مشخصات افراد بازداشت شده را اعلام نکرده است. رحیم جهانبخش همچنین هشدار داده که انتشار هر گونه محتوای تنش‌زا در فضای مجازی جرم محسوب خواهد شد. شبکه حقوق بشر کردستان خبر داد که زینب جلالیان قدیمی ترین و تنها زندانی سیاسی زن با حکم حبس ابد در ایران تگه پیامی از زندان یزد از مردم ایران خواست تا از شرکت در انتخابات نمایشی روز جمعه 11 اسفند ماه خودداری کنند. این زندانی سیاسی کرد که همکنون وارد 17 سال حبس خود شده و در تمام این مدت از حق مرخصی و درمان پزشکی محروم بوده، در پیام خود گفت: من به خاطر شما پشت میله های زندان میمانم و شما هم به خاطر من فقط یک روز در خانه های خود بمانید و در این انتخابات فرمایشی شرکت نکنید. خبرگزاری های رسمی در ایران روز پنجشنبه 10 اسفند ماه از پرتاب موفقیت آمیز ماهواره‌ای با عنوان پارس 1 به مدار زمین خبر دادند. خبرگزاری دولتی ایرنا پارس 1 را یک ماهواره تحقیقاتی سنجشی توصیف کرده که به سوی مدار 500 کیلومتری زمین پرتاب شده است. به نوشته ایرنا، ماهواره پارس 1 توسط یک پرتابگر روسی سایوز از پایگاه پرتاب وستوپچرنی روسیه به فضا پرتاب شده است. وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی روز چهارشنبه ضمن خبر دادن از برنامه ریزی برای این پرتاب، ماهواره پارس 1 را 100% ایرانی توصیف کرده بود. ناهید تقوی، زندانی سیاسی و شهروند دو تابعیتی، بعد از چند هفته مرخصی پزشکی با پابند، زودتر از موعد تعیین شده به زندان بازگردانده شد. مریم کلارن، دختر خانم تقوی، خبر داده که مادرش شامگاه چهارشنبه 9 اسفند ماه خودسرانه و بدون دلیل روشن به زندان اوین منتقل شده است. خانم کلارن 19 دی ماه اعلام کرده بود که ناهید تقوی با پابند الکترونیکی به مرخصی پزشکی رفته بود و تنها می توانست 1000 متر از محدوده محل سکونت خود دور شود. دختر ناهید تقوی پیشتر از شرایط آزادی مادرش با عنوان حبس خانگی نام برده بود و در اطلاع رسانی اخیر خود گفته است که مراقبت های پزشکی از این زندانی سیاسی در طول آزادی موقت به دلیل محدودیت های پابند تقریبا امکان پذیر نبوده است.
گزارش ها از ایران حاکی از محکومیت کیمیا فتحی‌زاده، روزنامه‌نگار ساکن تهران، به 6 ماه حبس تعزیری و مجازات های تکمیلی است. آنطور که رسانه های حقوق بشری از جمله خانگاه خبر دادند، خانم فتحی‌زاده توسط دادگاه کیفری 2 شهرستان سیرجان استان کرمان بابت نشر اکاذیب به 6 ماه زندان تعزیری محکوم شده است. بر اساس این حکم که 2 اسفندماه به صورت رسمی به این روزنامه‌نگار ابلاغ شده، وی به عنوان مجازات تکمیلی به پرداخت 10 میلیون تومان جزای نقدی و منع فعالیت روزنامه‌نگاری به مدت 2 سال محکوم شده است. دادگاه مصادیق اتهام این روزنامه‌نگار را تخریب چهره مسئولین و نظام و برهم زدن امنیت روانی مردم در فضای مجازی عنوان کرده است. یک روزنامه چاپ تهران به نقل از یک گزارش نوشت، مطالعات جدید نشان می‌دهد که نزدیک به 10% از کل بناهای موجود در پایتخت ایران با خطر گسیختگی ناشی از زلزله بالای 7 ریشتر و تخریب گسترده روبرو هستند. روزنامه دنیای اقتصاد روز پنجشنبه 10 اسفندماه با استناد به پژوهش و مطالعه جدید بازوی پژوهشی مجلس نوشت که 65% از ساختمان‌های منطقه 1 تهران به دلیل قرار گرفتن در حریم گسل اصلی در وضعیت بحرانزایی قرار دارند. در این گزارش تاکید شده که 100 ساختمان پرجمعیت و 245 سایت مهم پایتخت ایران در خطر زلزله بزرگ قرار دارند و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از دولت درخواست کرده که فعالیت کمیسیون ماده 5 تهران در زمینه تراکم فروشی محدود شود. روزنامه شرق چاپ تهران روز پنجشنبه 10 اسفندماه به نقل از محمد شریفی مقدم دبیر کل خانه پرستار نوشت که بر اساس اعلام سازمان جهانی بهداشت، به ازای هر 1000 تن باید حداقل 3 پرستار وجود داشته باشد، اما در ایران این رقم 1.6 است. روزنامه شرق همچنین در مورد سختی های شغل پرستاری در ایران نوشت که حقوق این گروه از کادر درمان تناسبی با زندگی آنها ندارد و محمد تقی جهانپور رئیس کل سازمان نظام پرستاری گفته است که به روزی رسیدیم که همکاران حاضر نیستند 1 ساعت اضافه کاری کنند. در همین ارتباط لقمان شریفی عضو شورای عالی نظام پرستاری معتقد است که با حقوق 10 تا 13 میلیون تومان نباید از پرستاران انتظار داشت که در شهرهای بزرگ و کلان شهرها خدمت کنند. به گزارش شرق، مشکلات استنف پرستاران باعث شده تا در روزهای گذشته اخبار تجمع و تحسن پرستاران در شهرهای مختلف منتشر شود. خبرگزاری ایسنا روز پنجشنبه 9 اسفندماه گزارش داده که بارش باران و جاری شدن سیلاب در سیستان و بلوچستان موجب محاصره شدن دست کم 387 روستا در شهرستان‌های دشتیاری، چابهار و قصرغند شده و وضعیت بیش از 110 هزار تن از مردم روستای جنوب سیستان و بلوچستان را بحرانی کرده است. بر اساس این گزارش به دلیل نبود راه و شکست شدن پل و آبنما، امداد رسانی به این مناطق تنها به صورت هوایی امکان پذیر است. در همین رابطه معین الدین سعیدی نماینده چابهار در مجلس شورای اسلامی درباره حجم سیلاب در سیستان و بلوچستان و کمبود زیرساخت‌ها هشدار داده است. سعیدی ضمن بیان اینکه حجم بارش و آب از طوفان و گونو بیشتر است، درباره وضعیت شهروندان به ویژه زنان باردار، بیماران خاص و دیالیزی ابراز نگرانی کرده و گفته است که به شدت نیاز به بالگرد داریم. مدیر کل ستاد بحران سیستان و بلوچستان صبح روز پنجشنبه گفته بود که بر اساس برآورد اولیه تا کنون سیلاب خسارت 14 هزار میلیارد ریالی به زیرساخت‌های 13 شهرستان این استان وارد کرده است. مدیر کل فرودگاه‌های سیستان و بلوچستان هم روز پنجشنبه به علت شرایط نامساعد جوی و دید افقی کم در زاهدان از لغو پروازها از تهران به این شهر و برعکس خبر داده است. در تازه ترین گزارش خانه آزادی، حکومت ایران از جمله ناقضان آزادی در سال گذشته میلادی معرفی شده و ایران از لحاظ برخورداری از شاخص آزادی همچنان به عنوان کشوری غیر آزاد شناخته شده است.
خانه آزادی در این گزارش میزان برخورداری افراد از حقوق سیاسی و آزادی های مدنی در سال 2023 میلادی را معیار سنجش آزادی جهانی در نظر گرفته است. در این گزارش که تحت عنوان آزادی جهان در سال 2024 آثار سوء روزافزون ناشی از انتخابات مشکوک و درگیری های مسلحانه منتشر شده، از ایران به عنوان کشوری با رژیمی مستبد نام برده که در سال 2023 میلادی علاوه بر تشدید سرکوب‌ها و بکارگیری ماموران حکومتی در سرکوب خشن اعتراضات ضد حکومتی همچون روسیه به دور زدن تحریم‌ها ادامه داده است. برندگان عزیز، در این لحظه توجه شما را به پیام‌های بازرگانی جلب می‌کنم. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99 معتبر برا. اگر تا حالا برنج های متنوع رو امتحان کرده اید، وقتش رسیده که برنج باسماتی دانه درشت دیبا را انتخاب کنید. برنج هندی دیبا در دو اندازه های مختلف در فروشگاه های ایرانی در دسترس شماست. برنج دیبا با طعم و بوی ممتاز خود جلوه خاصی به میز ناهار و شام شما خواهد داد. چه برنجی، چه عطر و بویی. برنج باسماتی دیبا، بهترین بهترین ها. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، 818-377-31، 818-344-5050، از شبکه جهانی تلویزیون پارس. به هیچ وجه نگران فروش خانه، باغ، ویلا و یا دیگر اموال خود در هر نقطه از ایران نباشید. این کار در تخصص وکلای ماست. شماره تماس 818-577-77-59-7، روز هفته 24 ساعته. خبرها را دنبال میکنیم. کمتر از یک شبانه روز بعد از حملات منتصب به اسرائیل در حومه دمشق که منجر به شنیده شدن صداهای انفجار شد، یک سازمان غیر دولتی و خبرگزاری فرانسه گزارش دادند که پهپادی اسرائیلی یک خودروی حزب الله لبنان را در غرب سوریه هدف قرار داد. رامی عبدالله، مدیر سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه، روز پنجشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت یک پهپاد اسرائیلی یک خودروی حزب الله را در منطقه حمص در نزدیکی مرز با لبنان هدف قرار داد. ساعتی قبل از آن دیدبان حقوق بشر سوریه از حملات اسرائیل به مواضع گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی از جمله حزب الله لبنان در دو منطقه نزدیک دمشق خبر داد. بر اساس این گزارش، این حمله منجر به کشته شدن دو فرد سوریه طرفدار حزب الله شد. این سازمان غیر دولتی مستقر در بریتانیا که به شبکه گسترده ای از منابع در سوریه دسترسی دارد، روز پنجشنبه دهم اسفند ماه گزارش داد که در این حمله 6 تن دیگر زخمی شدند. وزارت بهداشت زیر نظر گروه افراطی حماس روز پنجشنبه اعلام کرد که تعداد قربانیان جنگ در غزه از میان مردم این منطقه از مرز 30,000 تن گذشته است. آمار 30,000 تن در حالی اعلام شده که به گفته میانجیگران بین دو طرف، آتش بسی که همگان هفته هاست منتظر آن هستند، احتمالاً تا چند روز دیگر برقرار خواهد شد. به گفته جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، بر سر آتش بس بین اسرائیل و حماس که به آزادی گروگان‌های اسرائیلی هم منجر شود، توافق‌های کلی حاصل شده است. به ابراز امیدواری کرد که آتش بس از روز 4 مارچ 14 اسفند ماه به اجرا درآید. همزمان
سازمان‌های کمک رسانی به طور فزاینده هشدار دادند که شمال باریکه غزه گرفتار قحطی خواهد شد. نیوزلند گروه اسلامگرای فلسطینی حماس را به طور کامل در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داد و شهرک‌نشینان تندوی اسرائیلی را که حملات خشونت‌آمیز علیه فلسطینیان در کرانه باختری انجام داده‌اند از سفر به نیوزلند منع کرد. کریستوفر لکسون نخست وزیر نیوزلند روز پنجشنبه در بیانیه‌ای گفت حملات حماس به اسرائیل در ماه اکتبر وحشیانه بود و ما به صراحت آنها را محکوم کردیم. و یفتود نیوزلند می‌خواهد روشن کند که تروریست خواندن حماس مربوط به اقدام‌های یک نهاد تروریستی است و بازتابی از مردم فلسطین در غزه و سراسر جهان نیست. نیوزلند از سال 2010 شاخه نظامی حماس را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داده بود. وزیر امور خارجه نیوزلند هم گفته است که کل حماس مسئولیت حملات اکتبر را بر عهده دارد و این امر تمایز بین شاخه نظامی و سیاسی این گروه را برای دولت نیوزلند دشوار می‌کند. یک مقام آمریکایی روز چهارشنبه به خبرگزاری رویترز گفت که دولت جو بایدن در جمهوری ایالات متحده در حال بررسی ارسال کمک‌های هوایی با هواپیماهای نظامی آمریکا به غزه است، زیرا ارسال این کمک‌ها از راه زمینی دشوارتر است. رویترز نوشت حمله نظامی اسرائیل به غزه اکثر مناطق پرجمعیت را ویران کرده، ده‌ها هزار تن را کشته، تقریبا تمام جمعیت آن را آواره کرده و غزه را در آستانه قحطی قرار داده است. پیش از سخنان این مقام آمریکایی که رویترز به نام او اشاره نکرده، وبسایت اکسیوس گزارش داده بود که ایالات متحده در حال بررسی انجام کمک رسانی از راه هوایی است. با این همه اکسیوس به نقل از مقامات آمریکایی نوشت که چنین اقدامی خیلی مؤثر نخواهد بود و کمک رسانی به مقدار زیاد تنها از راه زمینی ممکن است. در همین حال احمد حسین وزیر توسعه بین المللی کانادا روز چهارشنبه گفت که این کشور در تلاش است تا کمک‌های بشردوستانه را در اسرع وقت به غزه ارسال کند و در این ارتباط گزینه‌های جدید برای ارسال کمک‌ها بررسی می‌شود. او در این مورد اشاره کرد که ارسال کمک‌های هوایی با مشارکت کشورهایی مانند اردن مطرح است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در سخنرانی سالانه خود نسبت به خطر واقعی جنگ هسته‌ای در صورت تشدید درگیری‌ها در اوکراین توسط غرب هشدار داد و غرب را در ارتباط با استفاده از سلاح هسته‌ای تهدید کرد. ولادیمیر پوتین روز پنجشنبه دو هفته مانده به انتخابات ریاست جمهوری روسیه در مسکو خطاب به شهروندان کشورش سخن می گفت و این سخنرانی سالانه او بر روی نمایشگرهای بزرگی در خیابانهای مسکو هم پخش می شد. رئیس جمهوری روسیه در این سخنرانی گفت سربازانش در اوکراین در حال پیشروی هستند و افزود که آنها احتمال اعزام نیروهای نظامی غربی به اوکراین را اعلام کردند. عواقب مداخله جویان احتمالی بسیار غم‌انگیز خواهد بود. پوتین اظهار داشت که آنها در نهایت باید متوجه شوند که ما نیز سلاح‌هایی داریم که می‌تواند اهدافی را در قلمرو به آنها هدف قرار بدهد. هر چیزی که غرب مطرح می‌کند خطر واقعی درگیری با استفاده از سلاح‌های هسته‌ای و در نتیجه نابودی تمدن را ایجاد می‌کند. به نظر می‌رسد که اظهارات او پاسخی به امتناع امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در اوایل این هفته از منتفی دانستن اعزام نیرو به اوکراین باشد. وزیر دارایی فرانسه نظر همتای آمریکایی خود مبنی بر قانونی بودن استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه در بانک‌های بین‌المللی را به چالش کشید. برونو لومر وزیر دارایی فرانسه روز چهارشنبه در حاشیه نشست وزرای گروه 7 در برزیل سخن میگفت، ضمن رد نظر ایالات متحده تاکید کرد که چنین اقدامی از نظر قوانین بین‌المللی مبنای محکمی ندارد. جانت یالن وزیر خزانه داری در دولت جو بایدن روز سه‌شنبه هفته جاری چنین نظر داده بود که بهره برداری از دارایی های روسیه که در پی حمله اش به خاک اوکراین مسدود شد هم از نظر قوانین بین المللی و اقتصادی و هم از نظر اخلاقی توجیه قوی دارد. نظر خانم یلن به مصادره کامل این دارایی ها یا استفاده از آنها به عنوان ضمانت در بانک هاست.
دفعه تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، آمریکا و اتحادیه اروپا گسترده ترین رژیم تحریمی دنیا را علیه روسیه وضع کرده و بیش از 350 میلیارد دلار از دارایی‌های این کشور در خارج را مسدود کردند. جو بایدن و دونالد ترامپ هر دو امروز پنجشنبه به مرز ایالات متحده و مکزیک سفر خواهند کرد و در یک دوئل سیاسی پرمخاطره شرکت خواهند کرد که میتواند در نهایت برای انتخابات ریاست جمهوری آن کشور سرنوشت ساز باشد. سال گذشته 2,500,000 مهاجر غیرقانونی از این مرز عبور کردند، هجومی که امکانات پردازشی آمریکا را تحت شعاع قرار داد و خدمات اجتماعی را در شهرهای بزرگ ایالات متحده به لبه پرتگاه کشاند. برای بایدن امروز فرصت مغتنمی است که رای دهندگان را متقاعد کند که او در مورد مهاجرت جدی است، در حالی که سفر خود ترامپ فرصت دیگری است تا در کانون توجه موضوعی قرار بگیرد که تا کنون تمرکز اصلی حرفه سیاسی او بوده است. انتظار می رود که انتخابات سراسری نوامبر یک مسابقه مجدد بایدن و ترامپ باشد، اگرچه این دو هنوز نامزدی احزاب مربوطه خود را به دست نیاوردند. بیرانده منشمند بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلچر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان‌های مجرب و ارائه واکسن‌های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری، فقط در یک هفته، دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز اوفک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. درست انتخاب کنید. هدریلا گروپ، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و نوادا. سامان هدری و همکاران، متخصص و برترین در تصادفات و صدمات شدید بدنی. رایتشر، اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت با کارنامه درخشان دریافت میلیون‌ها دلار خسارت از بیمه ها. دفاتر سامان هیدری، هیدری لا گروپ در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 hidarilagroup.com. خبرها را دنبال می کنیم. گروه های حامی مصرف کنندگان از 8 کشور اتحادیه اروپا با تنظیم شکایت هایی علیه شرکت متا، این شرکت صاحب فیسبوک و اینستاگرام را به پردازش غیرقانونی داده های کاربران متهم کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این گروه ها همچنین متا را متهم کردند که از سیستم های پرداختی به صورت پوششی برای نقض حریم خصوصی کاربران استفاده می کند. در واکنش به این خبر، یکی از سخنگویان متا گفته است که ما به شدت این اتهامات کلی و بی اساس در مورد استفاده داده ها را رد می کنیم.
ببخشید، با این وجود 8 گروه مصرف کننده در جمهوری چک، دانمارک، فرانسه، یونان، هلند، نروژ، اسلوونی و اسپانیا در حال ثبت شکایت نزد مقامات محلی حفاظت از داده ها هستند. این موضوع را سازمان فراگیر مصرف کنندگان اروپایی که در بروکسل مستقر است در بیانیه اعلام کرد. یک مقام وزارت خارجه ایران مدعی شد که این وزارتخانه در حال تدارک و برنامه ریزی با نهادهای مختلف برای بازگشت نصرالله معین نجف آبادی که با نام هنری معین شناخته می شود به کشور است. عبدالله سهرابی، مدیر کل شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور، از زیر مجموعه های وزارت خارجه ایران در گفتگو با روزنامه خراسان بدون اشاره به جزئیات گفت که در این زمینه اخبار خوبی در پیش است. زهرابی اضافه کرده که 4 نهاد مؤثر ما شامل دادستانی کل کشور، اطلاعات فراجا، اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات با حضور نماینده تامل اختیار وزیر خارجه در کمیته استعلام وضعیت ایرانیان خارج کشور حضور دارند و اگر نتیجه استعلام مثبت بود تضمین با ماست. به اضافه کرد که هم در مورد معین و هم در مورد افراد دیگر ما به دنبال این هستیم که جذب حداکثری داشته باشیم. پیشتر هم وزیر ارشاد جمهوری اسلامی گفته بود که معین خواننده ایرانی مقیم لس آنجلس میتواند به ایران بازگردد. بینندگان عزیز، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق فرمان آقای شهرتی. روزگار خوشی براتون آرزو میکنم.